چهاردهمین روز اسفند ماه برابر با 5 مارس، آغاز هفته احسان و نیکوکاری و روز احسان و نیکوکاری در ایران. کمیته امداد امام خمینی به منظور جذب کمک‌ها و هدایای مردمی به خانواده‌های محروم این هفته را به نام هفته نیکوکاری نامگذاری کرده است. سال 383 خورشیدی برابر با 1005 میلادی، در گذشت ابو جعفر احمد ابن ابراهیم ابن ابی خالد معروف به ابن جزار، طبیب و فیلسوف اسپانیایی. سال 487 خورشیدی برابر با 1109 میلادی، در گذشت سنت انسلم، فیلسوف معروف اروپایی که معتقد بود خداوند را از راه ایمان بهتر از طریق تعقل میتوان شناخت. وی درباره اثبات وجود خدا دلایل متعددی ارائه میکند، از جمله میگوید اشیا از حیث کمال مساوی نیستند و هر یک به نسبتی از کمال برخوردار است، بنابراین در بالای همه آنها باید کمال مطلق موجود باشد تا منبع بهره برداری اشیا و موجودات گردد و آن موجود خداست. سال 669 خورشیدی برابر با 1291 میلادی، کشته شدن سعد الدوله بزرگ وزیر یهودی ایرانی. سال 890 خورشیدی برابر با 1512 میلادی، زادروز گراردوس مرکارتور، جغرافیدان بلژیکی و مؤسسه عالی جغرافیایی که کوشید تا سطح کروی زمین را روی سطحی صاف ترسیم کند. سال 1236 خورشیدی برابر با 1857 میلادی، ناصرالدین شاه قاجار پس از تخلیه بیدرنگ هرات پذیرفت که بندر عباس و چابهار را در ازای مبلغ ناچیزی به والی مسقط در کشور عمان اجاره دهد. سال 1205 خورشیدی برابر با 1827 میلادی، در گذشت پیر سیمون لاپلاس ریاضیدان. پیر سیمون مارکویس لاپلاس فیزیکدان و اخترشناس فرانسوی که قوانین مکانیک سیارات را تعیین کرد و عنوان کرد که اگرچه وضع سیارات نسبت به خورشید تغییر می کند، ولی این تغییرات تناوبی است و تمام اکتشافاتش را تحت عنوان مکانیک آسمانی در 5 جلد منتشر ساخت. سال 1205 خورشیدی برابر با 1827 میلادی، در گذشت الکساندر ولتا فیزیکدان معروف ایتالیایی که موفق به ساخت دستگاه اندازه‌گیری مقدار برق یا الکترومتر، وسیله‌ای برای ذخیره کردن الکتریسیته، و دستگاه الکتروفور برای تولید الکتریسیته ساکن شد و سپس عنصر سدیم و پتاسیم را با استفاده از جریان الکتریسیته برای تجزیه یک محلول کشف کرد که این روش الکترولیز یا عمل تجزیه مواد شیمیایی با برق نامیده شد. و از آنجایی که اختراعات پیل ولتا در حقیقت بشر را در آستانه بهره برداری از نیروی برق قرار داد، واحد نیروی محرکه برق را به افتخار الکساندر ولتا ولت نامیدند.